درود و وقت بخیر میگم. امروز سه‌شنبه یکم خرداد 1403 با کیوسکی دیگر از تلویزیون آریان همراه شما هستیم. قریب به اتفاق روزنامه‌های چاپ امروز صبح تهران تیتر اصلی خود را به حادثه کشته شدن ابراهیم رئیسی و تیم همراهش اختصاص دادن و مدعی محبوبیت رئیسی هستند، در حالی که او به دلیل نقشی که در دهه 60 مورد تنفر افکار عمومی بود. اما با این حال کیوسک امروز را با نگاهی به مطالب چاپ روزنامه چاپ امروز صبح تهران آغاز میکنه. روزنامه آرمان امروز همانند بسیار دیگر از روزنامه های چاپ امروز صبح به مرگ ابراهیم رئیسی پرداخته و نوشته انتخابات ریاست جمهوری در 8 تیر برگزار خواهد شد. روزنامه بعدی آسیا است و در مطلبی با عنوان راهکار رفع ناترازی بنزین نوشته بحث ناترازی بنزین به موضوعی مهم بدل شده است که در ادوار گوناگون راه حل گوناگون را راه به جایی نبرده است و گاهن حتی مشکلات اجتماعی و امنیتی به بار آورده. روزنامه اقتصاد پویا هم از وضعیت بازار خودرو نوشته منتفی شدن واردات خودرو. روزنامه ابرار اقتصادی هم نوشته است شاخص بهره‌وری در کشور تا وضعیت مطلوب فاصله دارد. و روزنامه مواجه اقتصادی در مطلبی با عنوان قیمت مسکن سنگین شد نوشت خرید ملک در ثبت خانوار دیگر هیچ جایی ندارد. هشتم تیر ماه به عنوان موعد برگزاری انتخابات بعدی ریاست جمهوری در ایران انتخاب شده است. تاکنون معلوم نیست که پس از مرگ ابراهیم رئیسی حاکمیت ایران چه فردی را برای نشاندن بر کرسی ریاست جمهوری در نظر دارد. بر اساس طرح پیشنهادی زمان ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری روز هشتم خرداد در نظر گرفته شده است. شورای نگهبان در نهایت فهرست نمایندگانی که تعیین می‌کند را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام می کند. گفته می شود تاریخ های 8 خرداد ماه برای اعلام نامزدی و 8 تیر ماه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هنوز قابل تغییر هستند. حکومت ایران فردا چهارشنبه را برای تشییع جنازه رئیسی در سراسر ایران تعطیل اعلام کرده است. نهادهای مسئول تدابیر گسترده ای برای بهره برداری سیاسی از مراسم تشییع کشته شدگان دارند. مراسم های حکومتی در چندین شهر از جمله قم و مشهد و تهران برگزار می شود. با تصمیم مقامات کلی امتحانات آموزش و پرورش تا انتهای این هفته لغو و زمان بعدی توسط وزارت آموزش و پرورش هم اعلام خواهد شد. در حال حاضر محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی اختیارات او را بر عهده دارد تا شخصی دیگری به عنوان رئیس جمهور معرفی شود. مرگ رئیسی فرصت را برای دو جناح به اصطلاح اصولگرا و میانه‌رو برای معرفی نامزدهای خود فراهم می کند. برخی اسامی در رسانه‌ها مطرح می شوند که همگی از مقامات کنونی و سابق نظام جمهوری اسلامی بودند. بله بینندگان گرامی، در این قسمت از کیوسک آقای احمد اسکندری تحلیلگر و ناظر سیاسی با ما همراه هستند که در مورد واقعی کشته شدن ابراهیم رئیسی بیشتر گفتگو کنیم. آقای اسکندری خوش آمد میگم به شما. در حادثه کشته شدن ابراهیم رئیسی و تیم همراهش نظریه‌های مختلفی مطرح است. برخی ها میگن این یک سناریو جنگ قدرت بوده و برخی ها این را ساده انگاری میپندارند و میگن یک حادثه طبیعی بوده. میخوام نظر شما را در رابطه با این دو نظریه داشته باشیم قبل از هر چیز. ببینید، در رژیم های با عرض سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، در رژیم های توتالیتر رسیدن به این واقعیت که چه اتفاقی در این مسیر از مرز آذربایجان و در راه برگشت به تبریز در اون هلیکوپتر افتاده کار حتی نه مشکل بلکه غیر ممکن میشه.
برای اینکه اگه دقت بکنیم از وقتی که آقای خامنه ای صحبت کرد و راجع به اینکه اتفاقی افتاده صحبت چیزایی گفت، معلوم بود که رئیس جمهور دیگه در زندگی، در حیات، در قید حیات نیست. و حالا چرا این کار کردن و چرا خبر رو برای روز بعد نگه داشتن، همش جای شک و گمان هست که چطور میشه رئیس جمهور و وزیر خارجه یک شب تمام به استناد به منابع خبری جمهوری اسلامی، یک شب تمام توی اون دره باقی مونده باشن و اتفاقا صبح ساعت، حالا نمیدونم، بین دوربر ساعت 7 صبح خبر رو اعلام بکنن. و این، و چون شرایط اینجوریه و چون هیچ دستگاه خبری دسترسی به محل حادثه نداشت، بنابراین راه باز شده برای انواع تئوری های توطئه. ولی اگه دقت بکنیم که 3 تا هلیکوپتر بوده، از این 3 تا هلیکوپتر اگه هوا و وضع جوی بد بوده، چرا 2 تای دیگه سالم رسیدن و چطور شده که اون 2 تای دیگه صحنه رو ترک کردن و برنگشتن؟ علل قاعده میبایستی هلیکوپتری که آقای رئیس اینا بودن در وسط قرار میگرفته و این اتفاق نیفتاده. ولی خب 100% البته برای اینکه این حوادث پیش میاد، این احتمال رو هم نمیشه دور داشت که یه نقص فنی بوده، با توجه به اینکه هواپیما حدود 50 سال یا شاید بیشتر، این هلیکوپتر بیش از 50 سال سن داشته و بروز نشده. و این خیلی عجیب هم هست که با توجه به رابطی که ایران با روسیه و چین داره، چطور شده که در این سالها اگر غرب بهشون نمی فروشن و یا مشکلات اقتصادی غرب رو دارن، تحریم ها، چرا روسیه بهشون هلیکوپتر بهتر و مجهزتری نداده یا خودشون نخریدن؟ اونا که دارن بهشون پهپاد می فروشن برای سرکوب مردم اوکراین. بنابراین بله، احتمال ضعیف اینه که اشکال فنی بوده، منتها احتمال دیگه اینه هست که توطئه های داخلی بوده باشه، و احتمال باز هم ضعیفتر هست که یه نیروی خارج از ایران توسط عوامل خودش خواسته باشه ضربه به جمهوری اسلامی بزنه، که عرض کردم همه اینا شایعات هست و هیچ سندی در دست نیست. بله آقای اسکندری، به نظر شما مرگ ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت خلالی در کار و برنامه های سیستم جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد؟ ببینید، با توجه به اینکه ایران، سیاست های کلان ایران از بیت خامنه ای و توسط ولی فقیه انجام میگیره، در سیاست های کلان تغییر حاصل نمیشه. اگر اون نقل قول مشهور آقای خاتمی رئیس جمهور سابق رو بیاریم که گفت رئیس جمهور تدارکات چی هست، بنابراین آقای رئیسی هم یه تدارکاتچی بیشتر نبوده. ولی علی‌رغم این، با توجه به اینکه رئیسی از جناح اصولگرایان بود، رئیسی انتخاب اسلحه خود خامنه‌ای بود، رئیسی انتظار می‌رفت که 1.5 سال آینده، یعنی در انتخابات اگر در قید حیات میموند، انتخابات سال آینده دوباره انتخاب بشه، و اینا طوری ترتیب داده بودن و چیدمان داخلی رژیم طوری بود که هم سیاست خارجی و هم امور داخلی که مربوط به ریاست جمهوری میشه یه روال عادی رو طی بکنه. حالا با این اتفاقی که افتاده، دیگه همه چیز به هم ریخته و خود این بله تغییراتی ایجاد میکنه هم در داخل و هم در خارج. نمونش هم اینه که آقای خامنه ای وقتی که صحبت کرد و گفت آقای رئیس جمهور محترم و مغتنم و الی آخر، در این حال گفت که البته همه امورات اداری کشور به همونطور به طور عادی پیش میره، امنیت مرزها به درستی خواهد بود، امنیت داخلی برقرار خواهد بود. و این صحبت ها راستش عجیبه، برای اینکه مگه هنوز که نگفته بودن رئیس جمهور اولا کشته شده، و در ثانی اگر رئیس جمهوری هم هلیکوپترش سقوط بکنه، چه ربطی داره به مرزهای خارجی، چه ربطی داره به امنیت داخلی؟ نشانه این امر اینه که این رژیم خودشو آسیب پذیر میبینه و
و مادامی که آسیب پذیر هست، وقتی که رئیس جمهورش و وزیر امور خارجهش به این صورت هلیکوپترشون سقوط میکنه، این نگران هستن که این از طرف مردم به عنوان نقطه ضعف بزرگی تلقی بشه و این راه باز بکنه برای انفجارهای اجتماعی و فشارهای سیاسی. بله آقای اسکندری، سوال دیگه که مطرحه این که برخی از کنشگران اجتماعی و خانواده های دادخواه میگن ابراهیم رئیسی باید میموند و در رابطه با جنایتاش محاکمه میشد. به نظر شما مردن ابراهیم رئیسی میتونه جمهوری اسلامی را از این جنایتایی که در زمان زمامداری و اتفاق افتاده تبرئه کنه؟ به هیچ وجه. نه خیر، به هیچ وجه. اولا یه چیزی هست که محکومیت بعد از مرگ هم هست، وقتی که اگر یک دادگاه صالحه بین المللی برگزار بشه، حالا در سطح بین المللی یا حتی اگر امیدواریم شرایطی دموکراتیک در ایران برقرار بشه و بتونن در آینده همچین دادگاهی در ایران تشکیل بشه، حالا آینده هر چقدر هم دور باشه، اسم آقای رئیسی هم قطعا در لیست خواهد بود. منتهاش اینه که خودش زنده نیست که اونجا بشینه در صندلی اتهام قرار بگیره. ولی نه خیر، با توجه به اسناد و مدارکی که هست و با توجه به افشاگری های وسیعی که در جریان دادگاه حمید نوری در اینجا در استکهلم انجام شد، اسم آقای رئیسی و نقش اون در نه فقط در جنایات دهه 60 بعد که حتی بعداً و حتی در زمان انقلاب جنبش ژینا هم زن زندگی آزادی، اونجا هم توصیهش به خشونت و اشد مجازات بود برای کسایی که به قول او با نظم عمومی رو به هم بزنن و با جمهوری اسلامی مخالفت بکنن. بنابراین نه خیر، این تأثیری نمیذاره. منتها اشکال اینه که قدرت‌های جهانی وقتی که مسئله منافع ملیشون پیش میاد، دیگه توجه به حقوق بشر رو در درجه ضعیفتری قرار میدن. بله جناب اسکندری، به عنوان آخرین سوال میخوام در رابطه با چالش های پیش روی دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه ایران کمی صحبت کنیم. آیا این نبود یا مرگ امیر عبداللهیان میتونه دستگاه دیپلماسی ایران را با یک چالش جدید مواجه کنه به نظر شما؟ چالش جدید بستگی داره منظورمون چی باشه. با توجه به روابطی که برقرار کرده بود امیر عبداللهیان، اونطوری که از شواهد و قرائن برمیاد دیپلمات خیلی کارکشته ای نبود، ولی در این حال سالها معاون وزیر خارجه پیشین بود آقای ظریف و بعدش هم خودش این چند سالی وزیر خارجه بود. بله روابطی برقرار کرده بود. در این موقعیت پرتنش در خاورمیانه، حالا نه فقط جنگ غزه بلکه حتی اون روابطی که با چین و روسیه داشتن که منجر شد به توافق بین عربستان و ایران از طرفی، و از طرفی پیوستن ایران به بریکس، به جمع اقتصادی بریکس که عمدتاً چین و روسیه، آفریقای جنوبی، برزیل و دیگه هندوستان هستن، اینا یه چیزایی هست که در زمان وزارت امیر عبداللهیان و ریاست جمهوری رئیسی بوده. حالا برای اینکه این کار ادامه پیدا بکنه، خب وجود اونا خیلی لازم بود. حالا که اونا نیستن، البته خللی در کار ایجاد میشه، برای اینکه همیشه در روابط بین المللی، حتی الان بین حماس و اسرائیل که مذاکرات غیر مستقیم انجام میگیره، اونجا هم برخوردهای شخصی و دیدارهای شخصی بین اطراف مصری و قطری و اینا با اسرائیلی ها تأثیر داره، و نبودن امیر عبداللهیان و رئیسی البته تأثیر میذاره. حالا تأثیرش شاید خیلی طولانی مدت نباشه، ولی به نظر من در کوتاه مدت تأثیر داره و این کلن تأثیر میذاره بر روابط ایران در منطقه. و البته یه امتیاز منفی هم برای ایران هست که شما که میگفتین ما خیلی قدرت داریم و همه چیز داریم و تکنولوژی پیشرفته داریم، چطوره که حدود 18 ساعت طول میکشه تا یه هلیکوپتری رو از 3 هلیکوپتر در یه منطقه که داخل خاک خودتون هست میتونین پیدا بکنین، و چطور نتونستین زودتر این کارو بکنین؟ کمک از ترکیه و از جاهای دیگه گرفتین.
بنابراین بله تاثیر میذاره، منتها دوباره میکنم با توجه به اینکه سیاست های کلان از جای دیگه نشأت میگیره، میتونن یه نفر دیگر رو روی اون کار بذارن و توصیه های لازم رو بهش بکنن. بله، با تشکر از شما جناب آقای احمد اسکندری، تحلیلگر و ناظر سیاسی که در کیوسک امروز شرکت کردید. خواهش میکنم. ادامه کیوسک. شورای تشکل‌های فرهنگیان در واکنش به مرگ رئیسی نوشت امیدواریم کودک کشان در دادگاه عادلانه به سزایشان برسند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به مرگ ابراهیم رئیسی در بیانیه نوشت امیدوار است کسانی که در کودک کشی به ویژه در ایران دستی داشتند در دادگاهی مردمی و عادلانه به سزای اعمال خود برسند. در این بیانیه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در دوران ریاست جمهوری رئیسی بحرانی ترین وضعیت خود را در سالهای بعد از انقلاب می‌گذراند آمده، مسمومیت سازی مدارس دختران، حمله نیروهای نظامی و امنیتی به مدارس، ضرب و شتم و کشته شدن بیش از 80 دانش آموز و 2 معلم، بازداشت و زندانی کردن کودکان دانش آموز از سیاه‌ترین لکه‌های آسمان وزارت آموزش و پرورش در دوران ریاست جمهوری رئیسی بود. در این بیانیه همچنین به مسئولیت‌های رئیسی در کارنامه اولیه‌اش از جمله پست‌هایی چون معاونت گروهکی دادستان جانشین دادستان انقلاب تهران، عضویت هیئت مرگ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 اشاره شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تأکید کرده همواره مخالف سیاست‌های ضد آموزشی و ضد مردمی بوده و در کنار سایر دادخواهان همواره خواهان محاکمه آمران و عاملان قتل و کشتار مردم در قیام ها از جمله دادخواه دانش آموزان و معلمان است. این میزان تنفر از امریکا و رژیم صهیونیستی در جهان و مردم جهان نسبت به جنایتشون وجود نداره. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند مرگ ابراهیم رئیسی به معنای بسته شدن پرونده جنایت‌هایش نیست و تأکید می‌کنند نباید مرگ او موجب تشدید سرکوب‌ها و خشونت نیروهای امنیتی علیه شهروندان شود. کمپین حقوق بشر در ایران روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 همزمان با اعلام خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و تیم همراهش با انتشار بیانیه‌ای نوشت حاکمیت جمهوری اسلامی نباید از مرگ رئیسی برای سرکوب و خشونت بیشتر علیه جامعه مدنی و مخالفان صلح‌جویی مردمی سوء استفاده کند. هادی قائمی مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر در ایران گفت در حالی که دولت تلاش دارد تا قدرت خود را حفظ کند، جامعه بین المللی باید مراقب هر گونه تشدید احتمالی سرکوب جامعه مدنی در ایران باشند و به آن واکنش نشان دهند. قائمی گفت رئیسی ستون نظامی بود که مردم را به خاطر جرأت انتقاد از سیاست‌های حکومتی زندانی، شکنجه و کشتار می‌کرد. مرگ او این امکان را برای حاکمیت فراهم کرده تا از پاسخگویی به جنایت بسیاری که تحت دولت او صورت گرفته بگریزد. همزمان سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره کشته شدن رئیسی نوشت که مرگ او به معنای بسته شدن پرونده جنایت‌هایش نیست. این نهاد حقوق بشری با گرامی داشتن یاد هزاران مرد و زنی که در 14 گذشته قربانی جنایت جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی و شدند ابراز امیدواری کرد که روزی در دادگاه صالح به کارنامه او نیز در کنار کارنامه سایر مسئولان جمهوری اسلامی و مرتکبان جنایت علیه بشریت رسیدگی شود. با مرگ ابراهیم رئیسی توجه افکار عمومی به سابقه او به ویژه در 3 سالی که تحت عنوان رئیس جمهور منصوب شده بود بیشتر جلب شده است. از دولت رئیسی در کردستان ردپای خون دیده می شود. به گزارش کولبر نیوز در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رقم خیره کننده 904 کولبر کشته و زخمی شدند. این حملات ددمنشانه صدها خانواده کارگری را داغدار یا دچار مصیبت کرد. کولبران که ضعیف‌ترین طبقات کارگر جامعه کردستان هستند
در نبود فرصت‌های شغلی و تبعیض‌های اقتصادی حکومت ایران برای امرار معاش مجبور به این کار خطرناک و بسیار سخت و غیر انسانی شدند. ابراهیم رئیسی را حامیانش سعید محرومان صدا می‌زدند، اما او در کردستان نه تنها نسبتی با محرومان ندارد بلکه قاتل کولبران است. گرچه جرم و جنایت حکومتی در محدوده کردستان در همه دولت‌های متوالی جمهوری اسلامی ادامه داشته است، اما آمارها نشان می‌دهد که دولت رئیسی در ریختن خون کولبران در نوار مرزی گوی سبقت را از دولت‌های قبلی خود ربوده است. کولبر نیوز می‌گوید از میان 904 کولبری که در این 3 سال هدف شلیک نیروهای مرزبانی قرار گرفتند 119 نفر کشته شدند. در سال 1418 کولبر، در سال 1439 کولبر، 1444 کولبر و در سال 1403 که هنوز 2 ماهی از آن سپری شده است 18 کولبر کشته شدند. خانواده های کولبران مانند سایر خانواده های دادخواهی که عزیزانشان قربانی ظلم و ستم و شکنجه و کشتار شدند همچنان در انتظار عدالت هستند. اگرچه یکی از آمرین این جنایت که ابراهیم رئیسی بود بدون محاکمه در دادگاه مردمی در اثر سقوط هلیکوپتر کشته شد. در ادامه سیاست سرکوب در دانشگاه‌های ایران، دانشجویان در خصوص نوشتن و انتشار مطالبی در مورد مرگ رئیسی تهدید شدند. منابع دانشجویی از تشدید فشار و سرکوب در دانشگاه‌ها به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی و تیم همراهش در سقوط هلیکوپتر خبر می‌دهد. نیروهای امنیتی دانشجویان را که در خصوص نحوه مرگ رئیسی بنویسند و از ناکارآمدی سیاست خارجه، فرسوده بودن ناوگان هوایی و ضعف مدیریت دولتی و امنیتی جمهوری اسلامی بنویسند و انتقاد کنند، با تهدید نهادهای امنیتی مستقر در دانشگاه روبرو هستند. کانال تلگرامی دانشجویان متحد با انتشار تصاویر پیامک تهدیدآمیز به دانشجویان نوشت: حراست دانشگاه بهشتی امروز در پی ارسال پیام‌هایی در گروه تبادل غذای این دانشگاه، افرادی که مطالبی در خصوص مرگ ابراهیم رئیسی نوشتن را به برخورد قاطع تهدید کرده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، رضا بابرنژاد برادر مهدی بابرنژاد از جان باختگان خیزش انقلابی خلخا در سال 1401 به دلیل استوری در مورد مرگ رئیسی با یورش منزل مادرش بازداشت شد. اکبر یوسفی از شهروندان اهل ملکان نیز پس از انتشار پستی در این رابطه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است. شماری از کنشگران و کاربران فضای مجازی از شب گذشته هم گفتند مورد تهدید و فشار برای عدم فعالیت و اظهار نظر در مورد مرگ رئیسی و تیم همراهش قرار گرفتند. ادامه کیوسک. یک پزشک نسبت به کاهش سن مصرف دخانیات در ایران هشدار داد و اعلام کرد که اغلب دختران نوجوان هدف مافیای دخانیات هستند. این خبر را محمد رضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران بیان کرد. او با هشدار نسبت به کاهش سن استعمال دخانیات در ایران گفت: متاسفانه آمار حاکی از آن است که استعمال دخانیات در کشور به سنین 9 تا 10 سال رسیده است. روند نگران کننده را مسجدی این موضوع دانست که گروه هدف بیشتر دختران نوجوان هستند. دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفت آمارهای رسمی کشور در مطالعات انجام شده در سال 96 و 1400 حاکی از آن است که استعمال دخانیات در دختران سن 13 تا 15 سال حدود 135% افزایش داشته است. او با هشدار به والدین، آموزش و پرورش و مجموعه‌های مرتبط با سلامت برای حفاظت از کودکان گفت: ما این تأسف است که سریال هایی که در صدا و سیما پخش می شوند صحنه های استعمال دخانیات در آنها به وفور دیده می شود. مسجدی گفت: همه می دانیم که استعمال دخانیات دروازه ورود به اعتیاد و بزهکاری است. او در نشست خبری خود به مصوبه ممنوعیت استفاده از تنباکوهای معطر و معسل هم اشاره کرد و گفت که به این مصوبه در کافی شاپ ها و رستوران ها و سایر اماکن تفریحی توجیهی نمی شود. We'll be right back.
روزنامه مواجه اقتصادی در مطلبی با عنوان قیمت مسکن سنگین شد نوشت خرید ملک در سبد خانوار دیگر هیچ جایی ندارد. جدیدترین گزارشان نشان می‌دهد که معاملات مسکن در فروردین ماه امسال نسبت به ماه قبل 75.6% کاهش یافته است. داود بگی‌نژاد نایب رئیس اتحاد مشاوران املاک در این رابطه به کاهش 75% معاملات املاک در فروردین 1403 نسبت به اسفند سال گذشته اشاره کرد. بر اساس این گزارش معاملات مسکن در فروردین امسال حتی نسبت به فروردین 1402 بیش از 14% ریزش داشته است. گزارش‌های برگرفته از آمارهای خام سامانه‌ای ثبت معاملات املاک و مستغلات هم نشان می‌دهد متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در فروردین 1403 در حدود 81 میلیون تومان .6 بوده است. این در حالی است که این عدد در آخر ماه سال 1402 81 میلیون تومان .4 دیده می‌شود. این تفاوت قیمت‌ها حاکی از آن است که قیمت مسکن در اولین ماه 1403 تقریباً 0.2% گران‌تر شده است. این تفاوت قیمت‌ها البته در جدول آماری مشاهده می‌شود که قیمت هر متر مربع مسکن در فروردین 1402 در حدود 66.4 میلیون تومان قیمت داشت که افزایش 22.9% قیمت ملک را در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد. داود بگی‌نژاد نایب رئیس اتحاد مشاوران املاک دلیل تشدید رکود در بازار مسکن را سنگینی قیمت‌ها عنوان کرده و افزوده با توجه به اینکه قیمت مسکن چسبندگی دارد اگر یک سقف قیمتی را تجربه کند بازگشت آن از سقف یک مقدار سخت است و این اتفاق دیر می‌افتد. روزنامه اقتصاد پویا وضعیت بازار خودرو را بررسی کرد و از خلف وعده دولت برای واردات خودرو نوشت. واردات خودرو منتفی شد. بحث واردات خودرو در دولت 13 از جمله بحث‌هایی است که از ابتدای شروع به کار این دولت مدام مطرح می‌شود، اما هیچگاه تکلیف آن مشخص نشد. عباس علی‌آبادی وزیر صمت به تازگی مشکل واردات خودرو را نداشتن فضای کافی در بنادر ایران دانسته و اعلام کرده این آیین نامه واردات خودروی کار کرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین نامه دیگری در این زمینه هم موجود نیست. اصاراتی که عملا واردات خودروی کار کرده به سرزمین اصلی را منتفی می کند. این در حالی است که از مدت ها پیش زمزمه خروج واردات خودروهای دست دوم از دستور کار مطرح شده بود، اما وزیر صمت 28 فروردین ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست دوم ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و به صلاح بازار خودرو ایران نیست، بازم وعده داد و عنوان کرد که واردات خودروهای دست دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و این نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است. منتقدان ممانعت از واردات خودروهای نو و کارکرده را نتیجه اعمال نفوذ مافیای خودرو در ایران می‌دانند که با ایجاد انحصار در تولید و عرضه و حتی واردات بازار خودرو را به طور کامل در اختیار گرفته‌اند. انحصار در بازار کار را به جای رسانده که جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی تیر ماه 1402 گفته بود که تمام خودروهای خارجی که تا سال 2017 وارد ایران شده در حال حاضر نسبت به قیمت جهانی و مدل‌های 2021 حداقل 10 برابر قیمت دارند. رئیس یک کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی در شرق کردستان میگوید سیاست تامین اجتماعی در دهه‌های گذشته این بوده که منابع را از کارفرما گرفته ولی کارگر را بیمه نکرده است. میکائیل صدیقی رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سنب خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که در 5 سال اخیر تامین اجتماعی به بهانه کمبود منابع مالی هیچ کارگر ساختمانی جدید را بیمه نکرده است. و ادعای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر سهمیه 60,000 نفری بیمه کارگران ساختمانی را نادرست خواند و میگوید پارسال روز کارگر ادعا کردند 50,000 کارگر را بیمه کردند و امسال هم مدعی شدند 10,000 کارگر جدید بیمه شدند، ولی این اعداد واقعیت ندارد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارگران ساختمانی سراسر ایران فاش کرد که قریب 300 تا 400 هزار کارگر ساختمانی امکان بیمه شدن داشتند، اما متاسفانه بالابیگری انجمن انبوه سازان و سرمایه‌داران با نمایندگان مجلس طرحی که به تصویب نهایی رسیده بود با اعمال قدرت مافیای ساخت و ساز متوقف ماند. در مورد اینکه اکنون وضعیت چطور است و آیا با طرح جدید امکان بیمه شدن کارگران ساختمانی فراهم می شود، میکائیل صدیقی گفته با طرح مجلس که 25% عوارض ساخت را بابت حق بیمه از کارفرمایان بخش ساختمانی می گیرد، منابع برای بیمه کردن کارگران ساختمانی فراهم می شود، اما سیاست تامین اجتماعی در دهه‌های گذشته این بوده که منابع را از کارفرما گرفته ولی کارگر را بیمه نکرده است. این فعال کارگری کردستانی در مورد کارگران ساختمانی در استان سنک بیمه دارند و توضیح داد که تعداد آنها 21 هزار نفر کاهش یافته است. او گفت تعداد بیمه شدگان در چند سال گذشته حداقل 30 تا 40% افت کرده است. البته خیلی از این کارگران ساختمانی نبودند و بیمهشان به درستی قطع شده، اما بیمه خیلی از اینها به دلیل دستور عملهای ظالمانه و غیر اصولی تأمین اجتماعی قطع شده است. و موضوع پایانی کیوسک امروز، روند آزار و اذیت شرکت کنندگان و ترتیب دهندگان مراسم نوروزی امسال کردستان از سوی نهادهای امنیتی ایران ادامه دارد. حکومت از اینکه کردها نوروز را طبق فرهنگ باستانی خود به صورت دست جمعی با روشن کردن آتش و پایکوبی جشن میگیرند ناراحت است. شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد که صبح دیروز هجار محمودی اهل پیرانشهر و مدیر صفحه اینستاگرام شنایکم به همراه 4 فعال و همکار این صفحه با نام دلشاد شاداب، عکاس، باسط قادرزاده گوینده، ظاهر حاجی پور گوینده و سمیع محمودی اقدم مدرس زبان کردی پس احضار به ستاد خبری اطلاعی اطلاعات شنو بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. صفحه اینستاگرام شنو یکم پس بازداشت این افراد در حالی غیر فعال شده که گفته می شود این بازداشت را در رابطه با برگزاری مراسم نوروز امسال بوده است. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید در حدود 3 ماه اخیر تا کنون دست کم 43 فعال هنرمند و شهروند کرد در امتداد شرق کردستان شامل ایلام، کرماشان، سنه و ارومیه به دلیل برگزاری یا شرکت در مراسم های نوروزی بازداشت شدند. سرکوب فعالان مدنی کردستان به دلیل تلاش برای برگزاری جشن های نوروزی در حالی که نوروز در ایران به رسمیت شناخته می شود موضوع عجیبی نیست. جمهوری اسلامی و حکومت پهلوی در یک سده اخیر سیاست نسل کشی فرهنگ کردها را دنبال کردند. و اکنون جهانزیب بلوچ از مرکز خبر آریان نگاهی می اندازد به عناوین خبر و گزارش های امروز. جهانزیب خسته نباشید، میگم چه خبر؟ درود بر شما آرام و بینندگان تلویزیون آریان. برای خبرهایی که امروز ما در مرکز خبر آریان تیوی روی موضوعاتی که کار میکنیم، شما اشاره کردین در رابطه با بازداشت کسایی که در مراسمات نوروزی شرق کردستان به هر حال جزء کسانی بودن که تو این مراسمات شرکت کردن یا برگزار کنندگان بودن. ما سعی میکنیم جزئیات بیشتری از این بازداشت‌هایی که بیش از 1 ماه پیش شروع شده و هنوز هم ادامه داره، در روز خبرها داره به روز رسانی میشه، تعداد بیشتری دارن بازداشت میشن، سرکوب میشن، احکامی علیهشون صادر میشه و همچنین در رابطه با مشکلات معیشتی کارگران در ایران با موضوعی که امروز ما در مرکز خبر روی این موضوع کار میکنیم، بیمه کارگران است و همچنین کسایی که قبلا به هر حال صاحب تولیدی بودن، خودشون کارگاه داشتن در ایران و اکنون ورشکست شدن و علت ورشکستگی اون افراد به دلیل سهل‌انگاری‌های حکومت بوده و به هر حال بالا رفتن قیمت
قیمت دلار و خیلی از مسائلی که به هر حال حکومت باعث و بانی این ورشکستگی ها شده و کسایی بودن که صاحب کار و صاحب تولیدی و خودشون اشتغال زایی میکردن، اکنون به کارگرانی تبدیل شده اند که دنبال کار میگردن در ایران. همچنین در رابطه با جنگ غزه، دیوان بین المللی دادگستری درخواست حکم جلب رهبران اسرائیل و اماس را صادر کرده و این درخواست در عالی روز گذشته صادر شد که امروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت ما این درخواست نمیپذیریم، مخصوصا درخواست بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع و نخست وزیر اسرائیل. و همچنین ما در رابطه با مرگ رئیسی همچنان سرخط خبرهای رسانه‌های دنیاست و ما در رابطه با این موضوع خبرهای مختلفی داریم، از جمله وعده‌های دروغین ابراهیم رئیسی در زمان کاندید شدن ایشون در انتخابات ریاست جمهوری، وعده هایی که تا لحظه مرگ ایشون هیچ کدومشون نتونست عملی بکنه، از جمله قول 4 میلیون مسکن برای جوانان داده بودند ایشون، درباره اقتصاد صحبت کرده بودند، دلار 5000 تومانی دوره روحانی را به تمسخر گرفتند و خندیدند توی مناظره انتخاباتی، ولی روزی که بالگرد ایشون سقوط کرد دلار 59000 تومان بود و بلافاصله پس از سقوط بالگرد دلار به 62000 تومان رسید و این خودش در نوع خودش جالبه با روزی که ایشون دلاری که تحویل گرفتن در آن زمان. در رابطه با انزوا در امرالی و برال اظهارات آکادمیسیان های بین المللی دنیا که در رابطه با رهبرآپو برال صحبت کردند و محکوم کردن انزوا در امرالی را، ما این خبرها رو پوشش میدیم و همچنین اعتراضات ایرانیان و تجمعات اعتراضی ایرانیان و کردهایی که در سراسر دنیا داره برگزار میشه، از جمله در مقابل سفارت خونه ها و کنسولگری های ایران که برال این افراد همزمان که دارن پایکوبی میکنن و شادی میکنن از مرگ یکی از جنایتکارترین سران جمهوری اسلامی، همزمان همگی متفق القول هستند که رئیسی باید در یک دادگاه محاکمه میشد و عدالت علیه ایشون اجرا نشد و این خودش یک موضوعیه که خانواده های دادخواه دهه 60 برای بار اول مطرح کردن تا روزهای اخیر و اکنون همه ایرانیان در سراسر دنیا و همچنین از داخل کشور هم دارن مطرح میکنن. فعلا ما این خبرها رو داریم، در طول روز خبرهای بیشتری اضافه خواهد شد. بله، با تشکر از تو جانزیب بلوج از مرکز خبر آریه. درود بر شما. بله بینندگان گرامی، بدین ترتیب به پایان کیوسک امروز رسیدیم. از اینکه تا پایین همراه ما بودید سپاسگزارم. بدرود.